این آتشفشان انقلاب و حتی بعد از اون مهار کردنش توسط این جنگ 10 ساله فقط و فقط برای این بود که گدازه های این آتشفشان تو به کویت سرایت نکنه، به سعودی سرایت نکنه، مثلا خموشی شیعه اون بر خیلی سریع میریزه پایین. واسه این شیوخ عرب اومدن 50 میلیارد دلار گذاشتن برای این که اگر این آتشفشان جلوی تو رو تمام دنیا اومد پشت بسته سد کرد، برای اینکه میدونست اگر این سد شکسته بشه یه تکون دیگه ببین بری اون طرف دیگه نمیتونن جلوی تو رو بگیرن. برای همین پسرم باز هم دروغ 8 سال جنگ ایران و عراق، باور نکن، باور نکن، دروغه، دروغه. 8 سال جنگ همه جهان بود با تو توسط بخشی از عناصر عراقی. تو کتابا اینجوری نوشتن، اشتباه نوشتن، برای اینکه تو رو گول بزنن، برای اینکه تو رو خار کنن، برای اینکه به تو بگن اینکه بابا تو با همه این بزرگان و شهدای بزرگی تو قد قواره صیاد، تو قد قواره حسن باقری، تو قد قواره چمران دیدید با این عراقیای درپیت جنگیدید، دیدید بعد از 8 سال هم نتونستید قطعنامه امضا کردید. همین عراقی ها که امروزه نمیتونن خودشونو جمع کنن، هر روز میبینید 500 تا کف خیابون کشته میشن. شما با این همه قد و قواره و این همه علمداراتون نتونستید. دیدی آمریکایی‌ها اومدن 25 روزه جمع کردن کار رو، و چرا کوری میخونید در مقابل آمریکایی‌ها؟ میخوان یه چنین نتیجه ای رو بگیره. و تو باید اینجا بگی که این اشتباه از اینجا شروع میشه. خشت اول چون نهد معمار کج، تا سریا میرود دیوار کج. ما اگر بتونیم این رو از توی تاریخ، از توی کتابهایی که نمیشتن پاک کنیم که آقا اولا 8 سال نبود، 10 سال بود، دومن با عراق نبود هنر کردیم و باید سعی بر این بکنیم. چه جور جنگیه که از بنگلادش، که کجا هست بنگلادش، کجای جوجهانه که گونی میسازه ما رو تحریم میکنه، تا اون کسی که موشک میسازه و اگزوسه میسازه و رادار و رازیل بروزه. این چه جنگیه که اگر که فقط با عراقه، فقط بایستی از اسرایی که گرفتی از عراقی ها باشن دیگه؟ نه، برات گفتن پسرم از چند ملیت اسیر گرفتیم ما توی جبهه؟ چند ملیت؟ آقا یعنی چی؟ جواب باید بدی. تو بگی که آقا با عراق جنگیدیم دیگه، فقط باید اسیر عراقی داشته باشیم. نه، چند ملیت به نظر شما؟ به نظر شما چند ملیت هست؟ 5 ملیت. 5 ملیت آقا مگه میشه؟ 8 ملیت آقا نه، پدرم مگه 10 ملیت؟ 15 آقا تو رو خدا مگه میشه؟ ثبت شده که از 18 ملیت توی خط مقدم اسیر گرفتی. یا خدا مگه میشه؟ بله پسرم، بله دخترم، شده است. پاکستانی چیکار میکنه توی خط؟ افغانی چیکار میکنه؟ اماراتی چیکار میکنه؟ عمانی چیکار میکنه؟ کویتی چیکار میکنه؟ یمنی چیکار میکنه توی خط؟ سودانی چیکار میکنه؟ سومالیایی چیکار میکنه؟ قوات یرموک چیکار میکنه؟ قوات ارعلوبه چیکار میکنه؟ یوگسلاوی چیکار میکنه توی خط؟ سرب چیکار میکنه توی خط؟ بوسنیایی چیکار میکنه توی خط؟ آقا چه خبره اون بر؟ کنت الکساندر دومارانش وزیر اطلاعات وقت فرانسه با 60 کارشناس خبره‌ای که 2 جنگ جهانی اول و دوم جنگیدن توی تنومه چیکار میکنن اینها؟ آمریکایی‌ها با تمام تصاویر ماهواره‌ایشون، فرانسوی‌ها، انگلیسی‌ها، اتریشی‌ها، اینا چیکار میکنن پشت خط؟ فرضا پسرم باور نکنین حرفی که میزنن. 8 سال جنگ ایران و عراق، فقط و فقط اینو میخوان تو کله من و تو بکنن برای اینکه خفیف کنن قصه رو. توی این جنگی که آمریکایی‌ها راه انداختن اینجا با اروپایی‌ها اومدن عراق رو اشغال کردن، فقط و فقط آلمانی‌ها اومدن، از آلمانی‌ها اصلا این جنگ رو اعتقاد نداشتن، اومدن اینجا چیکار کردن؟
فقط و فقط دو تا هواپیما آوردن، مدارک و اسنادشون رو بار زدن بردن، چون که میدونه که انقریب این شلمشوبا میشه، اینا میزنن و مدارک این ورون ور میره، همه ای چیزهایی که فروخته شده بالاخره تو فاکتور دو برگه، یه برگش تو کشور فروشنده، یه برگش کشور خریدار. انقریب اسناد بیفته دست حضرت آیت الله حکیم و بردارن بیارن اینجا بگن این مدارک اسنادی که فقط یه قلم آلمانی ها توی این جنگ سینه به سینه شما بودن، نه هیچ کاری که نکرد. دو تا هواپیما اومد گفتش که همکاری با چه مایه‌ای داد به آمریکا یا اینا، اونا گفتن آقا باشه ما می‌جنگیم نیابتی برای شما، ولی خاک تو گورتون کنن، بیاید برداری که اسنادو بردارید ببرید، آبروریزی میشه. شما شیمیایی آوردید، شما ها کارخونه ها رو راه انداختید، شما ها کمک کردید توی ساخت توپای برده بلند، شما ها این گند رو زدید، خاک بر سرتون، بیایید جنگ کنید ببرید مدارک اسنادتون رو، و الا ایرانی ها انقریب با همین مدارک اینها آبرویی که نداشتید بیشتر میبرن. اما پسرم دخترم، اون اتفاقات که افتاد یه طرف، اینا رو نگفتن برای ما، خاک بر سر من کنن که باید می اومدن اینها رو مستند می کردن، باید می آوردن تو کتاب های درسی تو، و امروزه به عنوان آموزش دفاع مقدس تو برات می گفتن تا تو بدونی وارث چه شکوه و جلال و عظمتی هستی، تو رو خورد نکنن به عنوان پسر شهید دختر شهید توی دانشگاه، بگن بچه شهیدی سهمیه‌ای هستی، امتیاز بهت دادن اینها، هی خورد کنن بچه رو.